به نام خدا و عرض سلام خدمت شما، امیدوار هستیم که خوب باشین و صحتمند و هفته را به خیر آغاز کرده باشین. طاعات و عبادات هم شما به درگاه خداوند قبول بگرده. و در اول برنامه ای که یوونتوس برای 34مین بار قهرمان رقابت های سری آ ایتالیا شد، دیشب هم 2-1 بازی خود را برد و بوفون هم با هواداران یووه خداحافظی کرد. خداحافظی های تلخی داشتیم در دنیای فوتبال. بوفون، انیستا، آرسن ونگر، هاینکس، فرناندو تورس بازیکنها و مربیان بودند که خداحافظی کردن امسال، و امروز خداحافظی بوفون را میبینیم، خداحافظی با هواداران یووه. بوفون که تقریبا 17 سال برای این تیم بازی کرد، برای یووه، و در نو بار قهرمان رقابت های لیگ ایتالیا را گرفت با یوونتوس. دیشب خداحافظی تلخی داشت با بازیکنان یووه و هواداران یووه. مهمانان ویژه هم در استادیوم تورین حضور یافته بودند و اشکهای هواداران یوونتوس و بوفون. جیان لیجی بوفون در دقیقه 62 تعویض شد و پس از تعویض بوفون صحنه های ماندگار رقم خورد در ورزشگاه تورین ارینا. انتر میلان هم 3-2 لاتسیو را شکست داد و پس از 6 سال غیبت در لیگ قهرمانان اروپا بر لیگ قهرمانان اروپا راه یافت انتر میلان. دیشب انیستا هم خداحافظی کرد که خداحافظی انیستا را یک گزارش ویژه جور میکنیم بر فردا و خیر. و منتظر ما باشیم. جشن خیابانی هم برگزار شد پس از این بازی که البته او تصاویر هم خدمت شما تقدیم میکنیم. حتی کودکان اشک میریختن به خاطر بوفون. تصاویر تلخ خداحافظی، هر ودای هر خداحافظی بدون شک تلخ می باشه. و پس از این بازی یوونتوسی ها جشن خیابانی خود را برگزار کردن و افتخار 34مین قهرمانی در لیگ سری آ ایتالیا. تصاویر جشن قهرمانی یوونتوس، فقط این تصاویر رو ببینید لذت ببرید. ۲۰۱۱، ۲۰۱۲، ۲۰۱۳، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵، ۲۰۱۶، ۲۰۱۷، ۲۰۱۷، ۲۰۱۸، برای هفتمین پیاپی قهرمان سری آ ایتالیا یوونتوس ایتالیا. خب در این بخش برنامه دو مهمان عزیز داریم که یکی آقای کبیر خوشبین است و یکی آقای زبیر حیدری، بازیکن پارا المپیک تکواندو، در بخش تکواندو هستند و کشور ویتنام سفر دارند به خیر و مسابقاتشان، امیدوار هستیم که از این مسابقات دست پر بر بگردن. آقای کبیر خوشبین، خوش آمدین، صبح شما بخیر. تشکر، خوش باشی. ما هم بنابی خود سلام های خدمت شما بینده عزیز تا
تقدیم میکنم. زنده باشین. آقای ایدری صبح شما بخیر. به نام خدا سلام تقدیم میکنم خدمت شما، خدمت همکاری تکنیکیتون و تمام بینندگان که ما را از طریق پرده تلویزیون و برنامه خوب با مدت خوش تماشا میکنن. سلامت باشین. آقای کبیر خوشبین، مسئول مسابقات معلولین و در رابطه با مسابقات ویتنام صحبت میکنن که امروز به خیر سفر دارن. هیئت رهبری و همچنان تیم میره امروز به ویتنام، چند نفر هستن در مجموع و این مسابقات چگونه است؟ در کل توضیحات شما. خوشبختانه باز هم ورزشکاران پارالمپیک در رشته پارا تگواندو با همکاری ریاست تربیت بدنی و فدراسیون تگواندوی افغانستان قرار است امروز دو ورزشکار معلول ما به اسامی زبیر حیدری و زکیه خدادی و یک مروی جاوید صدیقی به مسابقات ویتنام که مسابقات آسیایی است که از تاریخ 3 می الی 5 می این مسابقات در کشور برگزار می شود و جای افتخار است. 3 جون؟ بله. بخطر که امروز 21 می است. از 3 می تا 5 می را مسابقات شان است. 3 می؟ امروز 21 می است. بس تاریخ 3 جون فکر کنم. بله، بس تاریخ از می سر از 2 روز بعد مسابقات شان است. 3 جوزا؟ بله. 3 جوزا بخاطر که امروز 21 می است. آقای خوشبین، خب روزه است یک کمه که تاثیر میکنه سر آدم. برای مسابقات اینو برگزار میشه که یک دستاویز خوب است که بخش پاره تگواندو در مسابقات آسیایی را یافته. آقای ایدری، برای چندمین بار است که خارج از افغانستان سفر میرین و مسابقه انجام میدین؟ در رشته پاره تگواندو دومین مسابقات است که شرکت میکنم. قبلا کجا سفر کردین؟ قبلا مسابقات قاره افریقا بود، در کشور مصر برگزار شده بود. ما خودم شرکت داشتم و یک بانوی به نام زکیه خدادادی، ما یک بار داشتم یک باخت، نتونستم مدال دست پیدا کنم و این دومین بار است که از طریق فدراسیون و همکاری فدراسیون تکواندو افغانستان در بخش پارا تکواندو شرکت دارم. یک بار دیگه سرمایه گذاری کردن بالای معلولین و همچنان بودجه را در اختیار شما قرار دادن ریاست تربیت بدنی و این سفر را چگونه سفر می‌بینید؟ پر از دستاورد خواهد بود برای تیم معلولین افغانستان یا خیر؟ ولی جای افتخار است که با وجودی که پارالمپیک افغانستان کنم امکاناتی نداره، باز هم تا حد توان در مسابقات بیرون مرزی به حساب تلاش میکنن، مبارزه میکنن و تا این مرحله میرسه و تشکری میکنم از مسئول محترم تگواندو افغانستان که بخش پارا تگواندو را در سال 2015 توانست ایجاد کرد و باورمندی های زیادی برای بخش پارا تگواندو افغانستان در آینده است. بسیار خوب. و پس از این سفر برنامه ها برای مسابقات چی است؟ مسابقات داخلی یا هم مسابقات خارجی، کدام مسابقات دیگه هم است که برگزار شود و بتونن تیمای ما در بخش‌ها و در رشته‌های مختلف شرکت کنن؟ بله، در پارالمپیک افغانستان مسابقات داخلی خود نظر به جنتری سال برگزار می‌کنه. مسابقات بیرون مرزی دعوتنامه‌های زیادی و رویدادهای مختلف در رشته‌های مختلف داریم، اما نظر به کمبود بودجه نمی‌تونیم به حساب بیشترین سفرها را برای ورزشکاران خود مهیا کنیم. اگر دولت افغانستان، ریاست تربیت بدنی بودجه را برای پارالمپیک افغانستان، چون خودش یک کمیته است، میتونه به در صورت که به حساب بودجه داشته باشیم برنامه های خوبی را برای معلولین در افغانستان داشته باشیم. بسیار خوب. از حضورتان در تیم ملی چند سال میشه آقای ایدری و چقدر دستاورد داشتین در این مدت؟ چی از مسابقات خارجی، چی از مسابقات داخلی؟ خب سوال بسیار خوب کردین. من رشته تگواندو را تقریبا 26 سال پیش می‌بردم در حکومت مجاهدین، قبل از حکومت طالبا پیش می‌بردم و بعد از اینکه مهاجرت کردم در کشور پاکستان مهاجر شدیم. در حدود 4 سال در کشور پاکستان ما از مسابقات داخلی پاکستان که بین افراد اشخاص که معلول نبودن، اشخاص که اعضای بدنشان سالم بود، شرکت داشتم که از اون مسابقات در زمان مهاجرت 11 مدال طلا، 1 مدال نقره و 3 کپ دست آورده بودم و بعد از اینکه دوباره در افغانستان عودت کردیم اطلاع یافتم که پارالمپیک ایجاد شده و فدراسیون معلولین ایجاد شده، در رشته‌های مختلف معلول میتونن که ورزش بکنن. شامل پارالمپیک شدم چون ورزش تگواندو ورزش رزمی بود، شامل پارالمپیک نبود. ما در رشته اتلتیک خواستم ورزش بکنم و خوشبختانه 2 سفر در رشته اتلتیک داشتم در سال 2010 و 2014 که تانستم در سال 2012 در سال 2010 نتیجه نگرفتم چون اولین بارم بود و در سال 2012 بر اولین بار چون تیم پارالمپیک
مدال‌آور شدن و خودم هم شامل همون تیم بودم که تانستم برای اولین بار مدال نقره آسیایی را در رشته اتلتیک به دست بیارم. و بعد از اینکه در سال 2006 بعد از 2006 که دریافتیم تکواندو شامل پارالمپیک شده، ما در سال 2015 اولین مسابقات خود در رشته پارا تکواندو داشتم که از او نتیجه نگرفتم، یک برد داشتم و خوشبختانه که این بار هم در رشته تکواندو پارا تکواندو در مسابقات شرکت دارم. امیدوار هستم که یک نتیجه خوب به دست بیارم. امیدوار هستم که شما نتیجه خوبی به دست بیارین و بدرخشین در میادین. سپاس فراوان آقای کبیر خوشبین و آقای زبیر حیدری از حضور شما در برنامه. وقت خوش داشته باشید. تشکر از شما. وقفه داریم.